به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، انشالله که جور صحتمند باشین. باز هم مهمان زن هست و من یک روز کاری با مهمان ما و یک ساعت مهمان خانه های شما عزیزان هستم و امیدوار هستم که با ما همراه باشین و ما تنها نگذارین. مهمان ما هم مریم جان یوسفی هستن. همگی با چهرهش با کارکرداش آشنا هستید. ببینیم که خانه هست یا نه. و یک چیز دیگر هم که فراموشم نشه اوی است که دختر با سلیقه هست. بدون شک همیشه سلیقه به خرج داده و از اینمی گلکه که پشت دروازه آویزان کرده من فهمیدم که میخانه مریم هست. ببینیم که هست یا نه. من نمیفهم که هست یا نه. چی هست؟ مست و مریم جان خودت کی هستی؟ شبانه. کدام شبانه؟ بسیار بدیق فکر شبانه نوری هستی روزو بزن. خو والا شما خب پیریز کنه. سلام مریم جان، خوب هستی؟ صد خوب. بسیار هم تو چی میگن؟ با امنیت کامل اول نام تخلص فرسان میگن؟ یکان تو میگن مست و میگن ببخشیم من مره نمشنسو نام تا بود. خب اجازه است که بیاییم کنم؟ گرگ بفرمایید داخل بیاییم. سلامت باشی، خوب است من امکان غافل گیر کرده. ولی دیگه بسیار خوش داشتیم از وقت از قبل ما پلان داشتم که بخیر طرف خود بیاییم، ولی امروز خوشبختانه چانس با ما یاری کرد و خواستم که خودت با غافل گیر کنم. خوش آمدی شبانه جان، بسیار زیاد خوشحال شده. ما مهمان، البته ما افغانا آل گد وقت ما افغانا بسیار دوست داره مهمان خانی ما بیایم. سلامت باشیم مهمان هایی با دوست جان دارم بسیار برمانی میباشیم. قربانت سلامت باشیم. بسیار خوش آمدی شبانه، دوست داره در کدام اتاق بریم؟ خب دوستا به خاطر از اینکه مریم جان دوست ما هم است، خیلی خودمانی هستیم و این خود خیلی راحت هستیم. ما میخوایم که از اتاق خود مریم جان تصویر داشته باشیم و در اتاق خودت بشینیم اگر مشکل نباشه. نه اتاق ما یک خوبی شاید داشته باشه که همیشه جمع هست. خب من گفتم که غافلگیر کنم همی اتاق خودت انتخاب کنم. خوشبختانه که نه همیشه جمع هست. آها باسه لقصی بدون شک. سلامت باشه، تشکر. بفرما خودت اول. اول خودت. خب دوست عزیز، قسمی که در آغاز برنامه هم گفتم امروز کاملا متفاوت است برنامه ما، متفاوت تر از روزهای قبل و در کنار من دختر خانم خیلی موفق و دختر خانمی که همتون با چهرهش آشنا هستید مریم جان یوسفی در کنار من هست و مطمئنم شما هم با کارکرداش با فعالیت‌هایش در اجتماع امروزی آگاه هستین با چهرهش و خوشحال هستم که امروز فرصت داد تا بیاییم یک روز کاری با مریم جان باشیم. این که چی کارهایی را انجام میتن در زندگی شخصیشان، این که زندگی شخصیشان هم همه طور رنگ و رونق خوب داره یا خیر بیشتر از خودش میپرسیم، با ما همراه باشین. تشکر مریم جان از این که امروز را وقت گذاشتین بر ما تو یک روز با شما باشیم و امروز هم نگفتن همونه که در خانه خود مریم جان هستیم. از اینجا کارها را شروع میکنیم. سلامت باش شبانه جان، تشکر از خودت، تشکر از همکار عزیز پشت کامره و تشکر از همه تیمتون که ما را انتخاب کردین بخاطر از این برنامه باشون. سلامت باشی. البته این بسیار ارزشمند است. نمیفهمم واقعا دیگرا دیدشون در مقابلم چون برنامه چیست. اما برنامه بسیار ارزش داره. من آدم خیلی خاصم نیستم اما تلاش میکنم. خواهش میکنم شکست نفسی میکنی. همیشه تلاش من میگوده که بتانم حداقل یک اگر خوبیم نمیرسه ضررمون به کسی نرسه. دقیقا. و مریم جان خودت بسیار نکته خوبی را اشاره کردی. ما در اجتماع امروزی اگر کوشش نمیکنیم که یک جایگاه خیلی خوب داشته باشیم ولی کم فکر ما به این باشه که حداقل مضر نباشیم برای اجتماع. بدون شک اگر خوبی ما نمیرسه بدی ما نرسه دیگه. ما فکر میکنم این رقم زندگی قشنگ است. قلب آدم حداقل راحت میباشه. امی که آدم یک دفعه کد خود تنها میشینه حالا یگان تو بگه چطور کد خود تنها میشینه. ما گویا امروز خود میشینم کد خود گپ میزنم که خب امروز چی کردم و کدام کار ما مفید بود، اگه کدام کار ما بد بود خب خوب از دیگه انجامش ندم، خدا را زیاد سردنش نمی کنم که باز اذیت نشم. فقط تلاش ما میست که اما را نمی تاریم راضی نگه داریم اما دقل که خود ما یک کمک از خود راضی باشیم فکر کنم شاید خوش باشیم. حضور خود در اجتماع داشته باشم به اون دلیل مریم را انتخاب کردم. من خوشحال هستم که امروز در کنارش هستم و بدون کدام آلایشی بدون کدام گپ سخنی من مریم را همیشه دوست داشتیم و همیشه کارهایش را تعقیب کردیم. تشکر شبانه جان. ای که خواستم روی زندگیش روی کارکرداش بچرخیم به دلیل این بود که من خودم شخصا اول میخواستم که ببینم زندگی شخصیش چگونه هست، در فامیلی که زندگی میکنه چگونه هست. خب بیشتر دوستا را منتظر نمیمانیم. سوال اولی که من میخوایم از خودت داشته باشم مریم جان اوی است که مریم در چطور یک
فامیل متولد شده و تعداد اعضای فامیلتان به چند نفر است؟ خودت فرزند چند میخوانه است؟ وقت فامیل میگی ما قسم حس چی بگویم است بسیار قشنگ در درون من تو جاری میشه، به خاطر از اینکه شاید دخترای کم در این مملکت باشه که از پدر و مادر خود به نام یک احساس خوب ازشان یاد کنن، چون یک قسم نه یک قسم دختر شکسته ازشان، چی در قسمت کار رو در بیرون باشه، چی در قسمت تحصیل باشه، از هر لحاظ. اما من از روزی که به دنیا آمدم در خانواده کاملا دوست داشتنی. البته هر فامیل مشکلات خود داره، ما نمیگیم که یک فامیل خوب یا آیدیال فامیل است که هیچ وقت جنجال نبوده، اما فامیل شاید باشه که با می جنجالا میسازه پیش میره. ما هیچ وقت بین این فامیل احساس نکردم که من از برادرم کم هستم، یا پدر ما همیشه اینطورم نمیگفت که دخترایم از یاد دوست دارم، همیشه همگی ما را یک قسم بزرگ کرد و هیچ وقت اجازه ی زیر بر ما که در یک جامعه مرد سالار ما خود کم فکر کنیم. ما همیشه از پدر جان ممنون بودیم، از مادرم که بسیاری ها که میگفت چطور اجازه میده دختر میره تلویزیون و این قصاب و وقت میره. باز مادرم، یعنی من خودم فقط مبارزه نکردم، مادرم، پدرم، خواهرم، برادرم، حتی گاهی مثلا اگر در بیرون کسی بخواید دشنام بتید مثلا بر تلویزیونی میگه، در حالی که من حیران میمونم به اینکه خب منطقی گپ در کجاست که خودت گفتی. خب خیر آساسا خوب خواهد شد، اما گپ از فامیل بود، خوشیایی که من از طرف فامیل دارم به اون. البته این حق ما است، اما بازم در جامعه ما چیز ساده ای نیست که برادرم داده شد. دقیقا فکر میکنم یکی از خوشبخترین دخترهای سرزمین هستم که یک فامیل دارم. ما مادرم پدرم هستم، دو برادر دارم، چهار خواهر هستیم، برادرم و یک خواهرم نیستن، افغانستان خارج هستن، دو خواهرکم که فعلا هر دوشان مکتب هستن، مادرم یکش مکتب برده، دیگهش خودش میتونه مکتب بره، یک برادر مسکو مکتب است، دیگه خانه که فعلا خودم هستم فقط و شما هستیم. دیگه تلاش من است که اگر بتونم یک خواهر خوب باشم با اونا. من خواهرکم زیاد علاقمند نقاشی و خطاطی هستن که مشغول و می باشن. خودت فرزند چندم؟ من دوم هستم. دوم خانم. اول برادرم هست. بسیار خوب. اما من تا حالا فکر میکردم مریم جان، چون گذشته از مسائل کاریشان دوست خیلی خوب ما هم است، از قبل یک دیگر هم میشناختیم، آشنا بودیم، دوستی داشتیم. من فکر میکردم مریم جان خودت بزرگ خانه بودی، چون فعلا در خانه خودت بزرگ خانه هستی. فعلا خودم هست، ما چون خواهرم که 30 نیست، یعنی از ما 2 سال خردتر است، ما 2 3 سال در این متفاوت است. او هم افغانستان نیست، خارج است و برادر من که از مکه بزرگتر است. و فعلا که ما فامیل ما جمعا 8 نفر است، ما فعلا 6 نفر هستیم اینجا. تلاش ما میست خوب زندگی کنیم و سر ما بکار خود ما باشه. بسیار خوب. خب مریم جان، دلیلی که خودت آمدی پا گذاشتی در عرصه رسانه، در عرصه همین کارهای رسانه ای و دوست داشتی که یعنی همین کار انتخاب کردی از بین کارهایی که از فعالیت های است، انگیزش در چی بود؟ شاید یکی گاهی فکر میکنم که چون فامیل من قبلا هم در بخش سینما و رسانه و حضورشان بودن، آیا او مرا وادار کرده به ایگار؟ اما گاهی فکر میکنم که نه، خودم بیشتر دوستش داشتم. دلیل بسیار کلان که یک تا باشه ندارم، چند دانه هستن اینا. و هیچ گفت فکر نمیگم که روزی برسه و ما بگوییم که من امروز 4 یا 5 سال تجربه کاری در بخش رسانه دارم. من همیشه دوست داشتم که باشم در صحنه و از دیگرها بگویم، صحبت کنم. کار ما با یک رادیو آغاز کردم و در رادیو اول گوینده بودم و آستا آستا مدیر برنامه ها شدم و بعد کار ما رفتیم به یکی از تلویزیون ها 3.5 سال اونجا، فعلا هم به یکی از تلویزیون های بین المللی کار میکنم که خوشحال هستم از این سفری که در رای رسانه داشتم. اما همیشه دوست داشتم چیزی که در بیرون میبینم، فرض کو از یک دختر، گرچه خیلی کلیشه است بازم میگم، اما چون زیاد گفته شده بعضی ها خوش نمیخوره سرشون روی اذیت دختر در جامعه، میدیدم میگفتم چرا این کارا میکنن، مثلا دلیل در چیست، از بعد روانشناسی چی گپ است، چرا یک فرد حاضر میشه که انسانیتی که در درون خود است رو از بین ببره، اما یک دختر که از خانه بیرون شده رو اذیت کنن. میگفتم شاید نیاز باشه که آگاهی دهی در این عرصه لازم باشه، حداقل یک متخصصی، دکتری، استادی که در راستا در هر راستایی کار کرده، مثلا یک دکتر بیاد در برنامه در قسمت زنان که مثلا یک مادر یا یک خانم کدام طفل چه قسم مثلا به دنیا بیاره، چند سال باید وقفه داشته باشه، واسه
مسائلی که هنوزم در جامعه تابو شناخته میشه اما اساس زندگی یک فرد است، فکر میکنم همین از طریق یک رسانه امکان داره که در موردشان پرداخته شود که خوشبختانه تا حد تونستم به این کار برسم، اما هنوزم در مسیر هستم. زیاد پیش نرفتم. نه نام خدا واقعا جایگاه خدا پیدا کردی مریم جان. سلامت. خودت در فامیل که زندگی میکنی گفتی که فامیلتان خیلی با صمیمیت و دوستانه پیش میرین، فامیل خیلی خوبی هست و ای کاش امروز تعداد از این فامیلتان اینجا میبودن، پدر جان مادر جان، ما هم خوشحال میشیم، ما هم معرفی میشیم، اونا مطمئنا خوشحال میشن از دندتان. پدر جان وظیفه است دیگه، هیچ کس همه روز که میشه هر کس هر طرف مصروف میره. کار خود است، هر کس مصروف درس و کار اینا، ما مکسرا خانه نمیباشم، دفتر میباشم، اما کار مقدر ثابت نیست که یک روز بسیار کار داریم، یک روز یک ذره کارم کم است که امروز ممکن یکی از امروزا باشه. بسیار خوب. من میخواستم بپرسم که در عرصه رسانه زمانی که خودت با علاقه مندی و شوقی که داشتی پیش آمدید، مشوق اصلی کسی که تشویق میکرد در خانواده کی بود و در ازای فامیلتان کسی اون بود که ممانعت کنه؟ خیر بی بی جان، ما خدا بخشه اونا همیشه دوست داشتن که ما پیش بریم. میگفت مریم یک دفعه ما میبینیم که شما پیش رفتین، پیش رفت کردین، باز اگه من از دنیا برم شاید که روح ما آرام باشم. اما ما متاسفانه که در وقتی که من تانستم پیش رفت کنم بی بی جانم دیگه نبود. خدا ما از دنیا رفتن، سلامت باشین. زیاد دوست داشت ما همیشه کار کنیم. میگفت که بچیم هیچ وقت به این فکر نکنید شما در جامعه مردسالار هستین، همیشه به خود توجه داشته باشین، به تحصیل درس اینایتان و در خانه ما کس قدر، یعنی بگیم که خب در کل در اقوام و نیفام مختلفه، یا ما مثلا غیر از فامیل خود کسای دیگه در چهار طرف خود مثل همسایه‌ها، مثل قوم خیش ما که نیفام بسیار بسیاریشان دوست داشتنی نیستن، اما در بین کسایی هم پیدا میشن که از یک قسمت نه از یک قسمت تخریبت میکنن مخلی. که چطور امکان داره شما دخترتون اجازه بدین در رسانه بره؟ خب مشکل در کجاست؟ ما در رسانه کار کردم و فعلا خیلی راضی هستم. بسیار خوب، صحبت هم خیلی شیرینی دامه داره با مریم جان و من میخوام که از مریم بپرسم از زمان طفولیت، از اوان طفولیت تا حالا چیزی که فکر میکردی در آینده، یعنی در همین سن و سال به او آرزویت برسی و یک کاری شوی در هر بخشی که باشه، فکر میکنی در امو آرزویت رسید یا خیر؟ گاهی فکر میکنم بیش از چیزی که خواستم رسیدم، اما گاهی فکر میکنم که نه، هنوز خیلی کم از برم. بعضی اوقات در بعض جای بعض دوستان لطف میکنن، محبت میکنن، مثلا ازم شاید زیاد خوب یاد کنن، باز من میگم نیمن یا قطعی همه لطف شما رو ندارم. مگم فکر میکنم که باید یک نمیفهم، من فکر میکنم که در جامعه یک آدم زندگی میکنه و شاید ارزش داشته باشه که او زنده است و زندگی میکنه، میتونه یک انسان بسیار خوب باشه، چی بفهمم؟ و ای که من امروز در این جایگاه هستم، مثلا از قسمت کارم اگر بگویم من تانستم 5 سال تجربه کاری داشته باشم، باز فکر میکنم بله تا حد تانستم پیش برم و با عزیزای زیادی که در افغانستان در کابل مخصوصا تانستان تحصیل گذار باشن، تجارت کوچک آغاز کردن، کتابخانه ساختن، مکتب ساختن، نمیفهم دواخانه ساختن که یک قسمت فیصدی برای کسایی میده که قربانی یک حادثه میشن، شناختن اونا و اینکه با اونا دوست هستم برای من بسیار خوب میگن. اما کار بیشتر نیاز است، باید بیشتر تلاش کرد، بیشتر پیشرفت. بسیار خوب، انشاءالله که بتانی به هدف آرزوهایت برسی. و در جریان کارت چقدر کارت برد با وجود از اینکه علاقه و شوق هست، ولی در شرایطی که ما در افغانستان داریم مخصوصا بر خانما، بر دختر خانما، چقدر کارت در ما اوج اینکه علاقه مندی داشتی برات خوشایند تمام شده و چقدر بعضی گپا باعث شده که خودت یعنی ناامید شوی یا اندک بر خودت جگر خونی آورده باشن؟ مثلا ساختن یک گزارش در کل در جریان برنامه، در جریانی که یعنی مسائل کاریت بوده؟ بعضی مشکلات کلی هست، یعنی در سطح یک جامعه بسیار بزرگ است که خانواده تشکیلش دادن، دخترها اکثرا با مطلقهای دبیرون روبرو میشن، وضعیت آزاری که
بیشتر از طرف مردان هست، البته ببخشن اما نه، خب یک تعداد هستن. ما قصای چند روز نه چندان دور برتان کنم، برامدم بیرون منتظر محترم بودم، از امی محمدی خود بلاک ما خواستم زودتر روی سر نزدیک سرک برم که باز محترم منتظر نمان، خود ما مجله داشتم. موتر فقط 5 دقیقه دیر کرد و در 5 دقیقه چی بدانم، شاید مبالغه نکرده باشم که 20 موتر یکی آرن میگونه این میاد پیش پاید با این جرات استاد میشه که بیا بالا شو نمیری کجا میری چطور جان. وقتی برشان نگاهی نمیکنی و میدانی مریض هستن، باز یک دو بسیار چتی هم گفتی هم اصطلاح ما میگن و میرن، ناراحت به این میشون که چرا این قسم هستن، اما ناراحت به این میشون که مرا این رقم گفتن، چون این وضعیت فقط از من است، تمام دختراست. این همیشه بحث بوده که مرا ناراحت ساخته و دیگه ای که من در جامعه خود مسئول نیستم، در کشور که من خودم به دنیا آمدیم و اما مسلمان هستیم، در دین اسلام باید برای زنها چقدر احترام وجود داشته باشه و تو نترسی از اینکه بیرون میری کی تو را آزار میده، اما کاملا برعکس است. ما از شب نه اگر از روز صحبت کنیم و اینوان یک دختر فقط 10 دقیقه باید پیاده بری که بدانی در یک جامعه سیاه زندگی میکنی که هنوز ما در کجا هستیم و کشورهایی که برابر کشور ما تانستن استقلال خود بگن در کجا رسیدن، اما ما هنوز درگیر حرفایی هستیم که فکر میکنم بسیار ابتدایی است برای که یک جامعه رشد کنه، اما امیدوار هستیم پیش بریم. ولی باز همی که ما مبارز باشیم، مبارزه کنیم در اجتماع امروزی ما خودش میتونه بزرگ ترین دستاورد باشه. البته ما شبانه جان نمیخوایم که همیشه از ما دخترها به عنوان یک قهرمان یا قربانی یادآوری شوند. خیلی دوست دارم به عنوان یک انسان راحت زندگی کنیم. نمیخوایم که خوب که یک نفر یک نمیفهم حالا از فرخنده نمیفهم چی ساختن، یک دختری که گپش در تمام دنیا پیچید، دختری که در امی مرکز افغانستان بنابر یک گپ ناحق به آتش کشیده میشه و سر سینهش موتر گذاشته میشه، داوت یک جامعه زندگی کردن چقدر مشکل است. اما اینکه به ما دخترها به نام یک مبارز صدا زده شد، یک قهرمان صدا زده شد یا یک قربانی صدا زده شد، امیدوار هستم یک روز جایی ما در جایی برسه که دیگه بتانیم راحت زندگی کنیم، نه قربانی وجود داشته باشه و نه قهرمانی. هر انسان بتانه در جایگاهی که هست به خاطر آرام فکر کنم کار خود پیش ببره و سالش به کار خودش باشه، شاید بتانیم به یک جایی برسیم. واقعا. و مریم جان، در فارغ از کارهایی که خودت کارهای رسانه‌ای هست انجام دادی، فعالیت کردی، در کدام رشته تحصیل داشتی، در کدام رشته پیش رفتی؟ من صنف 7 بودم، یک بار دوستم از من پرسان کرد که مریم چی میخوای شاید آینده؟ من تو نیفه ناخداغا گفتم که بزنس وومن، نو یاد گرفته بودیم امیره، یک زنی که تجارت پیشه باشه. دوست دارم میره هم شاید بگه دستانه و تجارت چه یعنی قدر نزدیک نیستن، چه بدانم شاید هم تا حد نزدیک باشن. ما از تجارت یک تعریف خوبی شاید بسیاری در ذهن نداشته باشن. ما یک مضمون، البته من اقتصاد میخوانم بی بی ای در یک از پنتونه خصوصی، سال 4 است، چند ماه دیگه پنتونه تمام میکنم. بخیر. بله بخیر. و یک مضمون داریم به نام اخلاق تجارت. وقتی را میخواندم میگفتم خوب پس تجارت بسیار چیز خوب بوده، البته که هستم، اما گاهی اگه اتفاق بدی به یک جایی میفته، اصلا دوای بیکیفیت کسی میبینه میگه تجارتی شدم. ما یک مضمونی که بسیار دوستش داشتیم به نام بزنس اتیکس یا اخلاق تجارت، قدر علاقمند این مضمون ما بودم، چون دو تو میخواندی که تجارتی که تو میگیری به کس باید ضررش نرسه، دقیقا باید کس اذیت نشه، باید به هیچ خانواده ضرر نرسه، حتی اگه ضررت میرسه باید دوباره تو بپردازی، جبران خساره کنی. و من فکر میکنم اگر اخلاق در تجارت باشه، آدم هم تجارت پیش باشه، یک کشور صادقانه پیش بره، صادقانه پیش بره، کشور هم میتونه خوب پیش بره. اگر جامعه، من فکر میکنم همه چی با هم دیگه پیوند داره، هر قدر مثلا مارکت یک جامعه دال روش باشه، مقرسان ها روش میکنه، رسان ها قدر روش کنه، اجتماع روش میکنه، نفر های یک اجتماع بیشتر روبو میگیرن، بیشتر زحمت میکشن، یک قسم همه چیز با هم دیگه ربط داره. میبینیم که خدا نخواسته اگه تاری میشن مارکت هم پایین میایه، مردم رستوران نمیره، تلویزیون نمیفهم، میمان نمیره، هزار تا گپ دیگر را ایجاد میکنن در شهر بازار که یک افت ایجاد میکنن که حالا گپ آمد سر تجارت اینا.
ما خیلی خوش دارم مضمون را رشته را میخوانم و اقتصاد بخش مدیریت است. امیدوار هستم بخیر بتوانم یک وقت یک تجارت پیشه خوبم باشم و دوست دارم بسیار زود که از خود تجارت داشته باشم و انشالله این کار را به میزودی ها حاد کردم. انشالله بسیار خوب. و مریم جان ما یک چیز را درباره چینیده چیره؟ مریم در کنار از اینکه همیشه در بیرون فعال بوده، در کارهایی که مربوطش میشه با مسئولیت پذیری خوب پذیرفته انجام داده، در کنار او در خانه هم خیلی خلاقیت به خرج میده. قسمی که شما در تصویر میبینین بک‌گراند ما را من خودم میره انتخاب کردم به دلیل از اینکه فضای دخترانه هم و دنیای دخترانه، دنیای رنگی رنگی واقعا من دوست دارم و همه گی دخترها دوست دارن از خودشان یک سلیقه‌ای به خرج بدن. به این دلیل خواستم که همی جایی که میشینیم بک‌گراند ما همی سلیقه‌ای که مریم جان به کار داده همی باشه. مریم جان ما میخوایم از زبان خودت بشنوم ای که خودت یعنی در خانه نجار میشی یا هن یک کارایی که یگان چیزی که در خانه جور کردنی باشه یعنی تخریب شده باشه جور میکنی و همچنان یگان سلیقه هم به خرج میدی، خلاقیت هم میشه از خودت بیشتر بشنوم. ما غیر از اینکه وظیفه باشم یعنی بعضی که فارغ باشم از نه بخوام تفریح کنم، زیاد دوست دارم در خانه باشم و در خانه بودن مرا وامی داره به اینکه هر جای ببینم در کجا کدام کار خوب میشه انجام داد. چیزی که شما میبینید گفته شبانه جان یک دنیای دخترانه است که ما دوست جان پایین تر لباسای ما است. ما میخواستم یک وقت نیتم کدام وقت کتاب بنویسم به نام دختر تکایی و او دختر دیگه خودم هم باشم. البته نه باید این مسائل یک فکر بود با خود داشتم چون من از اون سابقه با لباس های خود یک رابطه بسیار خوب دارم، همیشه حس خوب برام میاد لباس های، نمیفهم چرا، و جمع کردن اینا، مشغول بودن با اینا به من حس بسیار خوب میده. خانک باشم من مصروف لباس ها و جمع کردن اینا هستم و نمیفهم شاید یک کمکش اینجا باشه و یک نظرش مادرم شاید بیخی از خاطرم لباس ها دیوانه شده. ای یک کمک خلاقیت است که چی بگویم، شاید بسیاری دوست داشته باشن شاید هم نه. جوک هایی که میبینیم اینا همو کارتن های هستن که در مارکت و میوه ها استفاده میشن، کریت میگنش نه؟ کریت میگنش کنم فکر کنم ما بسیار ارزانم است و خوبشام است. دقیقاً بعضی میگه پیسش مهم نیست، اما من میگم که نه کم شاید مادر میگه این دفعه تو دختر اقتصاد خوندی بسیار گپار در فکر میاری، اما نه فکر میکنم که خوب است یک کمک آدم به پول خودم توجه داشته باشم و همچنان خلاقیت داشته باشم. ما 270 پش شده اینایی که خریدی خب بالماری لباسی که من اولین بار از اینقدر لباس در داخلش میبینم چنان تمام وسایل ولی قرضان خوب خیلی هم ارزان و من پیشنهاد میکنم به همه. من خوب از به نظر من به پول احترام بگذاریم، همیشه چرک دست ندانیمشان. البته احترام به این معنا نیست که ما پول دوست باشیم، احترامی که بدانیم پولی که مصرف میکنیم قدر هم پولی که به زحمت به دست میاریم، دقیقاً مثلا پولی که خودت با زحمت خود به دست میاری. ما الماری هم یعنی داشتنش برام مشکل نداره، اما خیلی دوست دارم اینطوری یک کارا در خانه داشته باشم. باز مادرم کس میگنه من این کارا را خوش ندارم، من الماری باشه و اونا لباساشون در الماری سو از این مسائل نه. مگه من مشغول این کار هستم و وقت زیاد در خانه هستم یک چکش و یک پلاستیک می ختم در دست من است که کجا کدام لکه بجسانم کجا کدام تابلو را نصب کنم که بازیگان دفت مادر میگه که تو دختر وظیفه باشی. خیلی چیزای خوب میبینم من در دیوار مریم جان که خودش واقعا با خلاقیت خودش آماده ساخته. ما در برنامه بامشاد یک بخش را داریم بستی خلاقیت که همیشه نشر میکنیم، ولی اونجا هم کمانای زیباست بخاطر دیکور دیزاین خانه چیزای زیبا میسازن، ولی من همیشه تلاش می است که دوستا را بگویم که با دقت کامل تماشا کنیم تا یک چیز را بیاموزیم، ولی خوب است که خودت هم داری هر سال خلاقیت داری. شبانه جان اگر که دنیا پیشرفته میشه حل ساده هم برای بسیار مشکلات سنجیده میشه، اما بسته خلاقیت که می خود در یوتیوب هم هست اگر بسیاری رو دیده باشن میریم، ما بعضی چیزها رو میبینیم که در دنیای بستلای ما دنیای خارج اونایی که بسیاریشان تانستن یک پیشرفت خوب داشته باشه کشورشان، اما دست به چیزای خیلی ساده میزنن. اگر مثلا ما در اینجا باشیم میگیم خب چرا باید پیسی زیاد مصرف کنیم، شیک باشه، لوکس باشه، درست است، اما با پیسی کم میشه این کار انجام داد. مثلا قسمی که من برای شما گفتم
و عمق که دنیا پیشرفته میشه، عمق مشکلاتش پیشرفته میشه و عمق راه حل هم باید که پیشرفته و سنجیده باشه. مثلا یک وقتی یک کس یک چیز دیگه بدعا میکنه، اما اگه الان بدعا کنن که چارجر آیفون رو گم شه، بازی بدعا بسیار سخت است. که اگه درست چارجر رو دفع گم باشه، از دنیایی که مثلا در اینترنت وصل هستی دور میمونی به یک نحوه. میتونه یک بدعا باشه به نظر من، چون من خودم چند دفعه تجربه کردیم. روزی که تلفن هم چارج نداشته باشه و چارجر رو دم نباشه بسیار سخت است. دقیقاً او هم که خودت باشی که همه روزه کارت سر کارت با تلفنت است، باز بیخی مشکل است. دقیقاً. و مریم جان در اوقات بیکاری بیشتر چه کار انجام میدی خودت اگه فرصت داشته باشی؟ من گفتم یکی زیاد دوست دارم که لباسای ما جمع کنم. یک وقتا زیاد دوست داشتم نقاشی و رسامی میکردم و دوست دارم فیلم ببینم. یک کتابخانه که خورترکم دارم، زیاد کتاب نخوندیم اما خیلی دوست دارم که امی کتابایی که بود، من فکر میکنم با کتاب خوندن میشه چند بار آدم زندگی کرد. کتاب خواند و بعضی وقت بس کتاب رو میخوانم یک جمله شم تو استاپ میشم بهش و بینش فرو میرم. خوب است آدم یک کتاب خانی خورترک داشته باشه. فیلم زیاد دوست دارم ببینم، بسیار زیاد. حتی اینطور نیست که زیاد چکر رفتن بیرون خوش ندارم، نمیفهم، شاید خوش داشته باشم اما قدر نمیرم. امی دوست دارم داخل خانه باشم و درگیر امی وسایل که داخل خانه ما هست و به میاز زیادتر بپردازم. در دنیای خودت غرق باشی. چی بزنم شاید. بسیار خوب. خب سلامت باشی، تشکر از معلوماتت که درباره دیزاین خانه دادی. بسیار خوب. یک قسمت جنگل و اینا شده دیگه. نه یه قسمتش بود با لباس نبود، نه این فهم لباس هم یک درگک توسعه پیدا کرد. حتما زیاد شده دیگه، جای نبوده. خب سپاسگزاری از ای که در اینجا خیلی صحبت‌های خوبی داشتیم، ولی بعد از این چه کار، چه پلان است که کجا بریم بخیر، چه کار رو انجام بدیم؟ خب شبانه جان، فکر کنم که وقت غذا خوردن باشه. ما شبانه جانشون و کارشون رو زیاد دوست دارم. سلامت باشیم. و امروز به خاطر اینا گفتم باشم خانه، اینا چاشت شد. ما گفتم اکثرا وقت ما به غذا پختن نمیخوایم صرف کنم. دوست دارم بیشتر بیرون غذای بیرونم دوست دارم. این صادقانه میخوام اعتراف کنم و جایی که من بیشتر غذا میخورم در بیرون، اگر خود دعوت مرا بپذیری خلال میشه با اونجا دعوت کنم. خیلی خوب است. پس میریم به طرف غذا خوردن و بعد از غذا خوردن کجا میریم؟ بعد از میریم محل کار. بعد از اون که سوژه دفتر رفتیم، سوژه رو انتخاب کردیم، میریم یک کمک گزارش ما باید بیرم. بسیار خوب. که امروز از کار پس نمانم. باز بعد از اون نوبت پانتونم دانشگاه ما است که باید اونجا برم. دیگه ببینیم که چه کار پیش میاد. خیلی عالی است. پس دوستا با ما همراه باشین، میریم غذا خوردن با مهمان مریم جان هستیم، ببینیم ما را کجا میبره. وقتی که غذاش خیلی تعریف کرد و پس از اون میره دیگه ما دانه بخور کنم. چون حتی جایی بخور در کابل هم خوشبختانه رستورانت های خورد بسیار زیاد، خورد یا متوسط یا بزرگتر پیشرفت کرده. هر کدامش در رقابت هستن کدام بتونه بهتر مشتری جذب کنه. و یک مشتری خوب یک غذا یا بالاخره کالای با کیفیت و با قیمت مناسب تر دوست داره داشته باشه. و من خوشبخت دارم یک رستوران تر میشناسم، اکثرا در خانه آردر میتونم. اگه حالا بگویم خانه بیارن خب فکرم از اینکه بهتر است بریم داخل رستوران. خیلی عالی میشه. اونجا بریم کنیم بازداز بریم طرف کار. خوب است. پس دوستای عزیز با ما همراه باشین، یک روز کاری خوب با مریم جان می داشته باشیم. حال هم میریم به طرف غذا خوردن. مریم جان خودت گفتی که من با کتالم چه در منطقه دارم. خوب است، زیاد گفتم کتاب خان نیستم اما کتابی که اینجا میبینین گرچه کم است اما ما اکثریتش را خواندیم. مثلا من فکر میکنم اگه این کتاب بتانیم بخوانیم، کتاب خیلی خوبه است. بله میتونی بگیری بخوانی. و یک کتاب دیگه هم است که به نامی که چی کس پنیر مرا جا بجا کرد، یا کتاب خوبی است که اگر آدم بخونه. در کل هر کتاب فکر میکنم یک چیز به گفتن داره. کتاب خوب و بد وجود نداره، همه میتونن یک چیز باشن که زیبا باشن.
خب مریم جان، قسمی که در خانه هم مریم جان گفت که من مصروف هستم و واقعا دارم، یعنی خیلی کار و مصروفیت زیاد دارم، به این دلیل نمیتونه که اگر اوقاتی که در خانه است بر خودش غذا آماده کنه، پس میایه در یک جای رستوران که خیلی علاقمند غذایش هست و همیشه همینجا غذا نوش جان میکنم. من هم امروز خوشبختانه با مریم جان آمدم و از این نان که بسیار غذایی که بسیار تعریف میکرد من هم نوش جان کنم. شبانه جان، من میگم یکان نزم میگم من دو ساعت یک سال دادم چرا داشپزی مصرف میشه. هرچی به نظر من بسیار خوبا ساده میگه آشپز بسیار ماهر باشه، غذای رنگ و رنگ پخته کنیم و وقت بسیار اکسی ارزشمند است. میگم باید این رقم نشه زاریم خونه که باش میگم در دایگان فارک های کمتون میگم. مگم نان بیرون از یاد دوست دارم، مخصوصا در برگر مزدار که من میشونم شورمیشم از یاد خوش دارم، دلا ما خودت میکنیم یه مرزان هست هم خوشمزه است. نه واقعا میخواهی که چی میگن چه قیمتش مهم نیست ولی چیزی که بر دل آدم باشه. خب مریم جان، من میخوام از خودت بپرسم در جریانی که راحت نانتا نوش جان کنی و بر ما بگویی که در بین غذا کدام غذا را بیشتر هم تو دوست داری، چی در بیرون باشه چی در خانه باشه؟ نظر من غذایی که خوشمزه باشه قابل خوردن. مگه مریم جان در کدام غذا بیشتر مهارت داری؟ بهتر بر من بگوی شما جان در خوردن کدامش زیاد مهارت داری؟ پس دوستا از این معلوم میشه که مریم جان قدر مهارت زیاد نداره. خب خیر دیگه، کارهای بیرون خوب تر انجام میدی؟ هنوز خورد از نماشپزی. واقعا چی میگن یک اصلی خاص کار داره خدایش بزید. مادر جان میگم مادر جان تو چطور قدر وقت داشت بزید گردی یا فهمیدم مادر بودن آسان نیت من راست هم میگن چطور است؟ بیشتر کت فامیل اینجا میاین آردر میتن خانه میاره چگونه است؟ اینجا بسیار خوب است، آردر هم خیلی زود میارن. باز خانه که باشیم میگن در فکر اصلی دیگه اینا نموشم قصه در قصه کل ما بگم تو بتایم به گرم باشیم چون خوش دار ناخات خالی ما در خانه باشیم. باز اینجا آردر میتیم زود بر ما میارن. بسیار در خانه هم زیادتر شورمیش خوش دارن نگم تازه، یعنی یک مدت میشه که پیزا هم ساختن، پیزش هم خوشمزه است. خیلی خوب، اشتیای خوب برات میخوام مریم جان. نوش جان مثلا میتونی نمیتون نوش جان خیلی خوشمزه است دیگه، با مزرد که ما بگیر شما نوش جان بکنم. کامرمن اینم هم بسیار گشنه شده دیگه، باز آخری یک لطمه برش میدیم. از دوستای عزیز با ما همراه باشین، میریم طرف سوژه‌ای که مریم جان انتخاب کرده تا گزارش تهیه بکنه. قسمی که قبلا هم براتون اشاره کردیم فعلا دقیقاً ما مریم جان در نصف کوه هستیم، سر کوه بالا شدیم. نصفش میشه یا نصفش از سال دیگه زیاد بلند خیلی بلند آمده، ولی اینجا خوب است که زینه است، یکم راحت تر بود کار ما، ولی در کل شاید بالاتر هم بریم. ولی میخوایم که از مریم جان بپرسم، پیش خودت بیشتر یعنی تریپات هم بود، کامره هم بود، ولی حالا با تلفنت و سلفی استیک میخوای که تصویر بگیری؟ ما کامره رو خود میگیرم شبانه، در جایی که نیاز باشه و رو میبرم. معمولا این جایی چون یک ذره ریسک بیشتر دارن، امکان هست که کامره را دست آدم بگیرن یا ای که نتارم امرای خود بالا ببرمشن،
باز آیفون هم خوب میتونه که در این قسمت کارا باشه و خیلی ساده است. این گرچه خورد آمد اما بسیار تصویر خوب کارش خوب است، یعنی میتونم امره از این کار من پیش ببرم. خیلی دیگه کامره اکثرا جایی که مثلا اگان نمایشگاه می باشه، اگان جایی که دیگر پوت هست اونجا بیشتر استفاده میکنم، اما در سطح شهر باز آیفون یک ذره راحت تر است. به خاطر از اینکه چون در جامعه امروزی ما همگی برشون معلوم است که کار کردن در بیرون است، یعنی در فضای اجتماع مخصوصا دخترها باز برش زیاد مشکل میشه. زیاد نه که بسیار زیاد مشکل است، یعنی آدم اگه گفته اگان تو تیر خدا نیاره در این جنجالی که در جامعه ما هست، آدم افسرده میشه با خدا. ایرانی مویانی میگه که چرا در جامعه من ایتور یک جای جامعه که درش نه مسئول هستیم از هیچ لحاظه، نه فیزیکی نه روحی و روانی دوانی هیچی، حتی اگه اینه میجه یک دفعه آدم بفته با جایزی کس بیاد دست میگه بلند کنه شاید از هر دیگر هم نفرم کنید. کجا خواهد شده بودید؟ با خود جنجالا زیاد است، اما بازم ببینیم کابل زیاد دوست داشتنی است. نتیجه بسیار مقبول میشه. اگر کمره ما لطف کنی یک تصویری از پایان بگیره، چقدر فضا شهر مریم زیبا هست. بسیار زیاد. بسیار زیاد. که ما خود در این فضا با حالا قرار داریم، من فکر میکنم که دیگه هیچ دلم نیست که پایان بس با این بریم. هر کسی که میخواه بفهمه کابل چقدر دوست داشتنی است، حتما اینجا بیایه و اونجا میفهمه که واو. شاید بر ما که همیشه از جنگ و تاریکی کابل شنیدیم و شاید هم در سانه ها دیدیم، دیدن این یک تصویرش خیلی عالی باشه، بیشتر از هر چیز دیگه. خب مریم جان، کارهایت انجام بدی ببینم که تصویر میگیری یا کسی گزارشی میخوای با همین کسایی که در اینجا زندگی میکنن یک صحبت داشته باشی، کمره هم من خودت تعقیب میکنم. خوب است، فعلا جایی که استاد سیم از اون طرف زیاد تصویر خوب میده، چون چند قسم تصویر نیاز داریم و بخاطر از اینکه یک نفر از خود خانه ها باشه گپ بزنی یک ذره یک جنجالی میکشن. بسیاری ها گرم نمیزنن، مخصوصا دختر خانم ها، خانم ها. حتی اگر بگوی ریتا بود که بازم صحبت نمیکنه. یک روز یک خانم بود چادری سرش بود، گفتم خاله جان که چادریتان گپ بزن، گفت برادرم صدای ما میشناسن نمیزنم گپ نزد دیگه. به این خاطر رو گپ ها شاید یک ذره جنجال، اما تصویری که از طرف میتونیم بگیریم برای می تصویر لانگ ما بسیار خوب تصویر است. دقیقاً. اما سوژه ما می خانه ها است اصلا. ما فعلا وقت می خواهیم از چه ویدیو بگیریم، شب یادم میاد این قسمت وقت شب میشه، گروپ ها روشن میشه، بسیار معقول میشه. و بعد از اینکه تصویر لانگ ما رو گرفتیم، نیاز داریم بریم کمی تصویر های نزدیک خانه ها رو بگیریم که چه قسمت است. مریم جان این طرف استاد چی که بسرم دور میخوره، فکر میکنم خدای نخواسته خود گرچن فاصله زیاد است ولی احتیاط شرط است. ما میگان به میترسم همین مگه بفتم از جا شبانه بلندی خودش استاد شده مرد ای پخشک استاد اینه ای طرف بیا چگنگ جورم که بیدیم. مریم جان خود دیدم نه خیر خیر من میدست کمی پذیرم، مگم خوب است که برنامه من به خیر و خوبی به پایان خلاص میجا ان شاء الله. باید ما میگم بریم یک دفعه کمک بالاتر، یک چند تصویر از خانه‌ای که بالا است نزدیک اونا رو بگیریم. شاید خود ما نداریم که چقدر این تصویرا میتونه قشنگ بیاد، اما بالاتر بریم شاید زیباتر. خوب است، موافق هستم. بریم پس. سپاسگزاری خاص دارم از هر یک شما که تا این دم ما همراه بودین. بالاخره یک روز کاری با مریم جان با پایان رسید و حالا هم نزدیک دانشگاه مریم جان هستیم. تقریبا شام از دیگه طرفای شام شده. بله. و مریم جان قرار است که بره و درسایش برسه و ما هم مزایمش نمیشیم. سپاسگزاری خاص از خودت مریم جان. سلام دوست شبانه جان. تشکر از خودتم، تشکر از بیننده های خیلی خوب که تا ما همراه بودن. امیدوارستم که صحبت های خوبی داشته باشه. من شما که بر من واقعا بودن در کنار خودت خوش گذشت. سلام دوست شبانه جان. تو رو سلام بگو که دفتر رفتی. سلامت باشی. خب دوست عزیز. من دیگه خیلی باشی. تشکر. سپاس. وقت خوش داشته باشی. خب دوست عزیز تا برنامه بعد و دیدار بعد شما رو به خداوند پاک می‌سپارم. خدا نگهدارتون.